وقتی که شما خدا رو دوست داشته باشین و خدا شما رو دوست داشته باشه، این اولین اثرش تو وجود شما اینه که اهل محبت میشی با دیگران. اثرش چیه؟ این که خیلی رفیق باز میشی، خیلی مردم دوست میشی، خیلی دوستت میدارن، خیلی رفاقتی عمل میکنی. باید جون بدیم برای هم دیگه. آقا جونم ندادیم برای هم دیگه، دوست داشته باشیم، دلمون تنگ بشه برای دوری هم اشک بریزیم. روز قیامت خدا میفرما من مریض شدم، چرا یادت من نیومدی؟ میگه خدا یعنی چی شما مریض شدی؟ شما خدایی، رب العالمین هستی، فرض رفیق مؤمنت مریض شد، چرا یادتش نرفتی؟ الان شما باید همتون به هم دیگه عشق ورزید. منتها اصلا رسم نیست ما زیاد به هم محبت کنیم. میدونی هیچ کس رو نباید جلو خودش تعریف کرد، ولی امام صادق علیه السلام فرمود هر کیو دوست داری بهش بگو. این اخلاق شیعه‌گری نیست که ما داریم، همه همجوری عصا قورت داده و سلام. سلام چه؟ فدات بشم. سلام دادی، فقط سلامو که به همه باید بدی. مگه الان یعنی با تو هیئت نبود؟ جونم فدا، عزیز دلم. محبت محبت محبت، دلم تنگ شده برات، باید بیای ببینمت. کجایی؟ میخوام ببینمت. دو دقیقه گفتم صحبت کنم، صدا تو بشنوم. غذا دادن چقدر سفارش شده. مؤمن سفره داره، با محبت برخورد کنیم. اینجوری ها نیستش که ما داریم رفتار میکنیم. الان تو دبستان یه آزمایش من، دو تا قطره آب رو نزدیک هم میکنن، این دو تا قطره آب نزدیک هم که میشن، جاذبه بین مولکولی چی کار میکنه؟ آب اینجوریه دیگه، نوکشون به هم میرسه میپرن تو بغل هم یکی میشن. شهید چمران رضوان الله تعالی علیه اصلا با کسی دست نمیداد، میگن دست میداد بغل میکرد. اصلا یه چیزایی تو ما بین رفته. پیامبر گرامی اسلام به کسی دست میداد دیگه ول میکرد، تا احساس میکرد اون مسکی میخواد دستشو بکشه ول میکرد. بابا ما که عددی نیستیم، مؤمنیم. زمین و زمان رو به هم بریزید، دارن بچه شیعه رو سر میبرن. دلت باید آتیش بگیره، شبا باید برانش گریه کنی. اینا عزیز دل ما، اصلا تو دل نباید تو دلت باشه. خدا داره تو رو به غیرت میاره. خدای همه ما رو عاشق همدیگه بگردان. محبت محبت محبت، یکی از ویژگی‌های برجسته رزمنده‌ها همین بود. عاشق هم دیگه می‌شدن، کاری هم نمی‌کردن، دق می‌کردن تو شهادت هم دیگه. می‌گفتن آقا جبهه یه حال معنوی دیگه ای داره، اون چیزی که خدا وکیلی از حال معنوی جبهه دیدنی بود همین بود، بقیه‌اش تو دل بچه‌ها بود، تو وصیت‌نامه هاشون بود، تو مناجاته شبشون بود که سعی میکردن قایم کنن. یحبهم و یحبونه، نتیجه شیه عاشق هم دیگه. چقدر سفارش شده مؤمنین هم دیگه رو ملاقات کنن. این دست که میدی به هم دیگه، این گناه میریزه میریزه، یکم دیگه نگردار، این گناه میریزه. آقا اگه اینجوری باشه که همه پاکن، خب بله دیگه. شما فکر کنید محب به اهل بیت خدا میذاره همه چی روز قیامت براش پاک بکنه؟ هر لحظه داره شفاعت میکنه. پشت هم در بیاید، اهل محبت باشید، دوست داشته باشید هم دیگر رو. دیگه من آخرش رو نمیگم، تو این زمینه پیش بری، تو این زمینه پیش بری، محبتت به اهل بیت کولاک میشه. شیعه با این چیزاش دل عالم رو میبره.